مربای مقوی قلب و ما ادراک این مربا چیه؟ صبحونه که بلند میشیم بخوریم، بعد حالا بعضی هم نمیخورن و اشتباه میکنن که صبحونه نمیخورن، چون تحقیقات نشون داده که اونایی که صبحونه نمیخورن در دراز مدت مبتلا به بیماری های قلبی و دیابت میشن و حتی صبحونه نخوردن میتونه عامل چاقیشون باشه. صبحانه بسیار مهمه، اما هر کسی با هر مزاجی و هر بیماری زمینه‌ای که داره باید یه سری مراقبت‌ها رو انجام بده. دوم اینکه یک سری داروها و یا غذاهایی رو استفاده بکنه که این داروها و یا غذاها باعث این بشن که اون عضوی که احتمالاً در معرض بیماریه هیچ وقت تو فاز حاد بیماری قرار نگیره. اونهایی که به خاطر مسائل ژنتیکی و یا به خاطر سبک زندگیشون احیاناً دچار بیماری‌های قلبی شدن، یکی از صبحانه هایی که برای تقویت قلبشون بسیار مفیده و در کنارش تقویت معده هم میکنه و در کنارش تأمین آهن بدن رو هم انجام میده، مربای به و سیبه. شما توی فصولی که به و سیب در دسترسه فقط کافیه یه بار تهیهش بکنید، به و سیب رو مربا بکنید و در طول سال در مقاطع مختلف ازش استفاده بکنید. حتی اونایی که مشکل معده دارن، مشکل معدهشون که برطرف میکنه هیچ. به علاوه اون، اگر که مشکل ضعف هضم داری، میتونی بعد از صرف غذا یه قاشق مربای به و سیب استفاده بکنی که در هضم غذا هم بسیار بهت کمک میکنه. پس ببین، بدون تمرکز بر دارو محوری، یه مربای ساده چقدر میتونه ایمنی قلب تو رو بالا ببره، ایمنی معده تو رو بالا ببره. اونایی که دارن تو شهرهای صنعتی زندگی میکنن و در معرض آلودگی هوا هستن و ممکنه قلبشون خدا نکرده در معرض بیماری باشه، حتما این مربا رو جزو دایره همیشگی صبحانه ایشون داشته باشن. یعنی وقتی یه دایره درست کردن برای صبحونه‌شون که امروز اینو بخورم، فردا اینو بخورم، پس فردا اینو بخورم، تو این دایره هیچ وقت مربای بهوسی با خارج نکنن. مواظب قلب قشنگیتون باشید.